با نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز دوشنبه 21 ماه میزان سال 1393 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 13 ماه اکتبر سال 2014 میلادی. در آقا سرخط چند خبر. فرار دو بدهکار کابل بانک پس از حکم رئیس جمهور غنی. دو نفر رئیس بانک ملی محب الله صافی و مسعود مساقاتی رئیس کابل بانک نو بعد از حکم رئیس جمهور اینا وظیفه خود ترک کردن و فرار کردن. برگزاری نخستین نشست شورای وزیران بر ریاست عبدالله عبدالله. هدف ما از همه تغییرات آوردن بهبود در زندگی مردم افغانستان است. انتقاد آلمان از سرمایه گذاری های 13 ساله در کشور. با تعهد آمریکا برای نابودسازی گروه دولت اسلامی. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. پس از حکم رئیس جمهور درباره کابل بانک، محب الله صافی رئیس بانک ملی و مسعود موسی آغازی رئیس کابل بانک نو فرار کردند. لوی سارنوری میگوید که پس از صدور جلب این دو بدهکار کابل بانک، آنان با رخصتی از کار فرار کردند. لوی سارنوری میافزاید که این دو تن بر بنیاد فیصله دادگاه ویژه هر یک به سه سال زندان و یک سال حبس تنفیزی محکوم بودند. در این حال تا کنون 7 تن از بدهکاران کابل بانک بازداشت شدند. شکیلا ابراهیم خیل جزئیات را گزارش می‌دهد. حکم رئیس جمهور غنی درباره بازگشایی پرونده کابل بانک بدهکاران این بانک را دست پاچه ساخته است. کسانی که هم پولهای کابل بانک را ایفو میل کردند و بر بنیاد حکم دادگاه محکوم به زندان بودند، اما تا کنون به کارشان در این بانک و بانک ملی ادامه می‌دهند. دو تن از بدهکاران کابل بانک، محب الله صافی رئیس بانک ملی و مسعود موسی آغازی رئیس کابل بانک نو، پس از حکم رئیس جمهور غنی درباره بازگشایی پرونده کابل بانک از کار رخصت گرفتند و به بیرون از کشور رفتند. اما لوی سارنوالی میگوید که آنان فرار کردند. دو نفر رئیس بانک ملی محب الله صافی و مسعود موسی آغازی رئیس کابل بانک نو بعد از حکم رئیس جمهور اینا وظیفه خود ترک کردن و فرار کردن. هر یکی از اینا به اساس حکم محکمه به 3 سال حبس و 1 سال حبس تنفیزی محکوم به مجازات بود. لوی سارنوالی میگوید که مصطفی مسعودی عامر استخبارات مالی بانک مرکزی که 12,000 افغانی جریمه نقدی شده بود، پس از حکم رئیس جمهور این جریمه را پرداخته است. پلیس کابل میگوید که از میان 18 بدهکار کابل بانک تا کنون 7 تن آنان از سوی پلیس کابل بازداشت شدند و 2 تن آنان را یکی از سفارت ها تضمین کرده است. اما پلیس کابل از این سفارت نام نمیبرد. مجموعا لسته که به خاطر گرفتاری از بارگانه کشفی تکثیر شده بود 18 نفر بودند. از جمله 18 نفر 7 نفر از در کابل حضور داشتند. ما یه اشخاص تثبیت و گرفتار کردیم تحت نظارت قرار دادیم که موضوع شب سلام علی ما آگاهی دادیم. متبقی افراد در کابل حضور ندارند. 2 نفر از این اشخاص به تضمین یک سفارت خانه رها شدند که از طریق مجال دیپلماتیک باید اقدام صورت بگیرد. این موظفیت و مکلفیت قانونی امنی کابل نیست. پلیس کابل درباره رئیس کابل بانک نو و رئیس بانک ملی که 2 تن از بدهکاران کابل بانک هستند چنین میگوید. با اساس معلوماتی که ما در دست داریم، رئیس نامی کابل بانک و رئیس بانک ملی با اساس اجازه رسمی وزارت مالیه به سفرهای رسمی و رخصت یا خارج از کشور هستند. رئیس جمهور غنی در نخستین گامهایش در مبارزه با فساد پرونده کابل بانک را بازگشود و دستور داد تا در این زمینه بررسی ها اثر گرفته شوند. بر بنیاد دستور رئیس جمهور، لوی سارنوالی باید تا 15 روز از صدور فرمان تمامی کسانی را که در بحران کابل بانک دخیل هستند شناسایی و بازداشت کند و این مهلت اکنون به پایان رسیده است.
نخستین جلسه شورای وزیران امروز با ریاست عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی برگزار شد. آقای عبدالله میگوید با آنکه تغییرات در کابینه خواهد آمد، اما کارهای شایسته وزیران و نهادها فراموش نخواهند شد. معاونان آقای عبدالله عبدالله نیز از وزیران سرپرست میخواهند تا با نگرانی ها درباره کمکاری در وزارتخانه ها پایان دهند و مردم را با دولت نزدیکتر بسازند. طارق مجیدی گزارش میدهد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت برای نخستین بار جلسه شورای وزیران را رهبری کرد. عبدالله عبدالله و معاونانش میگویند که برای تطبیق قانون گام‌های جدی خواهند برداشت و برآوردن اصلاحات گسترده در نهادهای انتخاباتی تاکید می‌ورزند. اهدافی که به صورت کل اعلان کردیم و به او شریک هستیم در تعهد خود، تطبیق قانون است، مبارزه با فساد و فساد اداری است، حکومتداری خوب است و تأمین امنیت سرتاسری و اصلاحات گسترده که البته شامل اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور، در ساختارهای انتخاباتی کشور، در نهادهای انتخاباتی کشور و بالاخره رفتن به طرف لوی جرگه و تعدیل قانون اساسی. معاونان دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت از وزیران و رئیسان سرپرست میخوان تا کارهایشان را به درستی به پیش ببرند و تلاش کنند تا فاصله میان مردم و دولت کمتر شود. دی خارجی سفرو پیواز باندی که دوبی تا دی تک پیواز که اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا تا دی تک پیواز ولایتو تا ولارسو، ولی پا دی ولایتو که جنی دور افتاده ولایتونه فکر کیږي د فاصله په لحاظ صحیح، ولی که د موږ د وزیر صاحبانو حضور هلته دوامداره په منظم شکل، د موږ د اجرایي د رئیس حضور هلته، د موږ د دولت د رئیس حضور هلته وي، دا خلک به ځان بیگانه نه حس کوي او دغه فاصله چې د حکومت و خلکو په منځ کې دي دا له منځه ځي. تا تشکیل کابینه نو دلسردی ها را از وزارتخانه ها یک کمی گم کنن و با قاطع استاد شوند که مردم امیدوار شوند. آجندا این بار نشست شورای وزیران بر ریاست رئیس اجرایی حکومت را آمادگی های افغانستان برای شرکت در نشست لندن و نشست سران سارک، آمادگی ها برای زمستان و انتقال مواد خوراکه و مواد اولیه به ولایت ها و چگونگی بازنگه داشتن شاهرای سالنگ در زمستان تشکیل می داد. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت برای نخستین بار جلسه شورای وزیران را رهبری کرد. وزیرانی که گفته میشه تا چندی بعد شاید شمار زیادی از اینها از کارها برکنار شوند و چهره های تازه مدیریت وزارتخانه های کشور را به دست بگیرند. سید طارق مجیدی، تولو نیوز. معاون کمیسیون مستقل انتخابات میگوید اعضای این کمیسیون تا هنگامی که قانون وظایف و صلاحیت ها از سوی شورای ملی تغییر نکند برکنار نخواهند شد. این مقام کمیسیون مستقل انتخابات وجود مشکلات را در روند انتخابات میپذیرد، اما تاکید میورزد که انتخابات ریاست جمهوری یک انتخابات موفق بوده است. در این حال کمیسیون رسیدگی به شکایات های انتخاباتی تولو نیوز را به علت آنچه که نپذیرفتن خواست های این کمیسیون در پخش گزارش ها گفته میشود حاضر به گفتگو نشد. از سوی هم روند ثبت فیصله های نهایی کمیسیون رسیدگی به شکایات های انتخاباتی در سیستم کمیسیون مستقل انتخابات امروز آغاز گردید. راتب نوری گزارش میدهد. همگام با آغاز روند داخل کردن نتایج فیصله های نهایی کمیسیون رسیدگی به شکایات های انتخاباتی در سیستم، کمیسیون مستقل انتخابات هشدارگونه ای به حکومت تازه نفس رئیس جمهور غنی دارد. معاون این نهاد تاکید می ارزد اگر قرار باشد که هر یکی از اعضای این کمیسیون در نتیجه بررسی های حکومت تازه برکنار شود، نخست باید قانون وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات از سوی شورای ملی تغییر کند. در غیر آن این کار ممکن نخواهد بود. تصمیم به برکناری در صورتی گرفته می شود که قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات تغییر بخوره با تایید پارلمان کشور. با باور مردم و آگاهان، نتایج کار کمیسیون های انتخاباتی از 7 ماه بدین سو تنها ایجاد بحران های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی بوده است. مردم و آگاهان مسائل انتخاباتی اعضای کمیسیون های انتخاباتی را به سهلنگاری متهم می کنند. کمیسیون مستقل انتخابات کار کرد که در آینده ملت ما به عنوان یک رای دهنده به پای صندوق های رای نخواهد رفت. چیزی کرد که به ما مردم بسیار یک جنجال سرگردانی را خلق کرد.
او خب با سرنوشت ریاست جمهوری و اینا چیز کردن، این دفعه با شورای ولایتی دیگه اینا رو نمیفهم تا چی وقت بانه، اینا رو باید بحشد مجازات اینا رو باید در کدوم اجار باید جزایشان بدن. با این همه معاون کمیسیون مستقل انتخابات کارکرد این نهاد را چشمگیر میداند و میگوید که اعضای این نهاد آماده هستند که در برابر کارشان به مردم پاسخ بدهند. ما جوابگو از عملکرد خود هستیم، 100% جوابگو هستیم. انتخابات موفقی بوده، در سطح منطقه انتخابات موفقی بوده. خب ای که با چالش مواجه شد، ای که انتخابات تحت شعاع پروسه سیاسی قرار گرفت، بس جداگانه است. پس از نشست خبری معاون کمیسیون مستقل انتخابات، هنگامی که خواستیم پاسخ زمانگیر شدن رسیدگی به شکایت‌های شوراهای ولایتی را دریابیم که چرا این روند بیش از 5 ماه را در بر گرفت، مسئولان کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی حاضر به گفتگو نشدند و تهدید کردند که گویا ما به خواست آنان در تهیه گزارش‌ها گوش نداده ایم و به همین علت اجازه دسترسی به اطلاعات را از کارکرد این کمیسیون نداریم. سرمایه گذاری های 13 ساله ناتو در افغانستان بسنده نبوده است. وزیر خارجه آلمان با ابراز مطلب میگوید که ناتو از ماموریت این سازمان در افغانستان انتظارات بسیار داشت و دیدگاه های خود را در افغانستان به سرعت تطبیق کرد که این کار بزرگترین اشتباه ماموریت 13 ساله ناتو در افغانستان بوده است. وزیر امور خارجه آلمان با خوشبینی از آغاز تازه ماموریت ناتو در افغانستان میگوید که این ماموریت موفقانه به پیش خواهد رفت. در حالی که مأموریت 13 سالی ناتو در افغانستان تا 2.5 ماه دیگر پایان می‌یابد، وزیر خارجه آلمان یک برداشت واقع بینانه از اثرگذاری این مأموریت ارائه می‌کند. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان در مقاله‌ای که در روزنامه فرانکفورتر آلگماین آلمان پخش شده است می‌گوید که انتظارهای بلند با سرمایه گذاری کمتر و تحمیل دیدگاه های ناتو به گونه شتابان بزرگترین اشتباه های جامعه جهانی در افغانستان بودند. آقای اشتاینمایر می افزاید خیلی چیزها این را نشان می دهند. بزرگترین اشتباه ما این بود که انتظارات بلند از مأموریت خودمان در افغانستان داشتیم، اما برای برآورده شدن این انتظارات هزینه اندکی را به کار انداختیم. ما نمی‌خواستیم تنها تهدیدهای امنیتی برخواسته از افغانستان را از میان برداریم، بل می‌خواستیم که این کشور در آینده مطابق با دیدگاه‌های ناتو شتابان به پیش برود. اشتباهاتی که به صورت کل در این جامعه جهانی در افغانستان کردند در ظرف 13 سال، یک شوارت عزیز که حکومتداری سالم در افغانستان اینا آورده نتانستند که مبتنی بر حاکمیت قانون باشه، جلوی فساد بگیره. در صورتی که نیروهای بین المللی از افغانستان خارج میشه و نیروی امنیتی افغانستان همونطور که لازم است مجهز نشوه، یقینا که وضع افغانستان رو به بهبود نخواهد گذاشت. هرچند این دیپلمات آلمانی از دستاوردهای فراوان در افغانستان سخن میزند، اما میگوید که تجارت مواد مخدر در افغانستان رو به افزایش است. فساد در تمامی سطوح بیداد میکند و در بسیاری از ولایتها هنوز هم جنگ سالاران حاکمند. وزیر خارجه آلمان نمیخواهد تا مأموریت نظامی جهان را در افغانستان یک شکست خطاب کند. به گفته وی افغانستان بیشتر از این تهدید به امنیت جهان نیست و نیز نمیتوان اوضاع این کشور را با اوضاع عراق و سوریه مقایسه کرد. بعد از دستور رئیس جمهور درباره بررسی پرونده های زندانیان زندان پل چرخی، لوی سارنمالی پرونده های 7300 زندانی زندان را به ریاست جمهوری فرستاده است. مامان لوی سارنمالی میگوید که ریاست جمهوری کمیته را برای بررسی این پرونده ها گماشته است. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز میگوید که بسیاری از زندانیان این زندان به سرنوشت هستند و پرونده های آنان نیاز به بررسی دارند. در این باره هم شکیلا ابراهیم خیل گزارش دارد. اقدام بی‌درنگ رئیس جمهور غنی درباره بررسی پرونده های زندانیان زندان پل چرخی. رئیس جمهور پس از بازدید بی پیشینه از زندان پل چرخی و گفتگو با زندانیان با لوی سارنوالی دستور داد که در درازای یک هفته فهرست تمامی این زندانیان را به ریاست جمهوری بفرستد. مطابق هدایت جلالت ما رئیس جمهور، ما لیست تمام زندانیان پل چرخی کابل
در طی سه مرحله محتم مرحله ابتدایی اجتناب و تمیز ترتیب کردیم و امروز ساعت 11:30 بجه او را بردیم به خدمت جناب محترم رئیس جمهوری افغانستان. در این فهرست 7300 زندانی زندان پلچرخی به شمول کسانی که محکوم به اعدام شدند به ریاست جمهوری فرستاده شدند، در حالی که گفته می شود که بسیاری از این زندانیان بی سرنوشت هستند و سال هاست که پرونده های آنان بررسی نشدند. اما لوی سارنوالی در این باره چنین دیدگاهی دارد. زندانی ها و محبوسینی که در هر زندان وجود دارد، او به اساس گرفتاری پلیس گرفتار میشه، به نظارت خانه روان میشه، بعد اندوسیش تحریک میشه و چارنولی سجل توقیفی منظم بر از او ترتیب میکنه. کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز از بی سرنوشتی بسیاری زندانیان در زندانهای کشور سخن میزند. این تعداد ما یک هایک با اسامیشان فهرست کردیم و این خیلی یعنی لیست طویلی بوده که در سطح سر محکمه در میاد قانونی خود بررسی نشده بود و باقی مانده بود در حالت ملتوی و التوا به سر می بردن، در حالت بی سرنوشتی به سر می بردن. یکی از انگیزه های این کار فساد اداری در نهادهای عدلی و قضایی به ویژه دادگاه ها گفته شده است. فساد در دادگاه عالی و سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای حتی بسیاری از کارمندان این نهاد را به سطوح آورده است. ما په خپل قضایی دور که ولیدلم چې ډیر داسې کزان چې هغه قضاوتمند دي، یعنی لږ تر لږه لس کاله قضایی تجربه څه چې 15 کاله قضایی تجربه هم نه لري، د تعیناتو کمیسیونه هغوی د استیناب د رئیسانو په صفت باندې تعین کړي دي، او هغه قاضیان چې هغه قضاوتمل دي، قضاوتوال دي، قضاوتپال دي، قضاوتپو دي، هغوی ته هیڅ توجه نه ده شوې. د هغوی استدامي دوسیې روزانه د هغوی مخې ته ولیږي، لیکن چونکه روابط نه لري نو هغوی ته توجه نه کیږي. در حال حاضر نزدیک به 23,000 تن در کشور زندانی هستند که از این میان نزدیک به 400 تن آنان از سوی هر سه دادگاه به اعدام محکوم شدند. ادامه خبرها از طلوع به شبکه جهانی طلوع نیوز. گروه دولت اسلامی بیشتر منزوی خواهد شد. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا با ابراز این مطلب میگوید که واشنگتن برای نابود سازی کامل گروه دولت اسلامی پابند است. در این حال مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید که ترکیه توافق کرده است تا نیروهای آمریکایی برای آماده قرار دادن جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق از یک پایگاه نظامی ترکیه کار بگیرند. تلاش‌های ائتلاف جهانی بر رهبری کاخ سفید برای شکست دادن جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه ادامه دارند. به روز دوشنبه موازی جنگجویان گروه دولت اسلامی در منطقه کوبانی سوریه آماج حمله‌های هوایی ائتلاف جهانی قرار گرفتند. به دنبال این حمله‌ها دود سیاه آسمان کوبانی را فرا گرفت. همزمان با ادامه این حمله‌های هوایی، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا بر شکست جنگجویان گروه دولت اسلامی تاکید می‌ورزد. جان کری می‌گوید که گروه دولت اسلامی بیشتر منزوی خواهد شد. ایالات متحده برای شکست کامل و کاهش توانایی های جنگجویان گروه دولت اسلامی پابند است. من بسیار خوش هستم از این که میگویم بیش از 60 متحد ما در حال حاضر برای پیوستن در پیکار با گروه دولت اسلامی تعهد کرده اند. در همین حال بر بنیاد توافق حکومت ترکیه، نیروهای آمریکایی پس از این می توانند جنگجویان گروه دولت اسلامی را با بکارگیری از یک پایگاه هوایی در جنوب ترکیه آماج قرار دهند. مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا از این توافق حکومت ترکیه استقبال می کند. ما با گفتگوهای من با ترک ها ادامه می دهیم که ترک ها دیگر چه نقش مهمی را بازی کرده می توانند. آنان پیش از این در جلوگیری از پیوستن جنگجویان خارجی با گروه دولت اسلامی تلاش کرده اند. همزمان با ادامه درگیری ها در ایالت انبار عراق و در کوبانی سوریه، منطقه هممرز با ترکیه، بسیاری از کردها در ترکیه بر حمایت جامعه جهانی از مدافعان و نیروهای کرد در سوریه تاکید می‌ورزند. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید.
با علت نبود حمایت دولت 80% از کارخانه های تولیدی هرات بسته شدند. اتحادیه صنعتگران هرات میگوید که در یک سال گذشته بسیاری از کارخانه‌داران به علت اوضاع آشفته سیاسی با نبود حمایت از صنایع دست از کار کشیدند. کارخانه‌داران هرات هشدار میدهند که اگر دولت سیاست های لازم حمایتی را از صنایع در هرات روی دست نگیرد، پارک های صنعتی هرات که 400 کارخانه دارد با کلی بسته خواهد شد. جاوید زراجوهی از ولایت هرات گزارش می‌دهد. شهرک صنعتی هرات 11 سال پیش در ولسوالی گذره ایجاد شد و اکنون این شهرک با داشتن 400 کارخانه یکی از قطب‌های اقتصاد و صنعت افغانستان به شمار می‌رود. اما وضعیت بحرانی کشور در یک سال گذشته اثرهای بدی بر این پارک صنعتی نیز به جا گذاشته است. رئیس اتحادیه صنعتگران هرات می‌گوید که هم اکنون نزدیک به 80% کارخانه های این پارک صنعتی متوقف هستند و حتی برخی از سرمایه گذاران جوازهایشان را لغو کردند. پالیسی حمایتی و جلوگیری از ورود کالاهای مشابه مطابق به ظرفیت های تولیدی در افغانستان و جلوگیری از سیاست های منفی و دمپینگ کشورهای همسایه، اینا همه از جمله برنامه هایی است که حکومت باید تصمیم ازور بگیره. در همین حال اتحادیه پیشوران هرات نیز از رکود بازارها و نبود داد و ستد شکایت می کند و از حکومت نو می خواهد که برای تقویت اقتصاد و رونق بازارها به زودی اقدام کند. ساخت و سازها، کسبهای مادر، کارهای عمده، کارهای مادر به خصوص ساخت و ساز و صنایع بزرگتر که ما در هرات خود داریم، اینا تعطیله. هرچند شماری از بازرگانان می گویند که جوازهای سرمایه گذاریشان را به علت نبود پشتیبانی دولت لغو کردند، اما سرپرست ولایت هرات می گوید که تا کنون هیچ سرمایه گذار جوازش را به ریاست تجارت این ولایت نسپرده است. و این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 57 افغانی و 60 پول، یک یورو 72 افغانی و 70 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 50 پول، 1000 پی هندی 940 افغانی، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 80 پول با 1000 پی پاکستانی 563 افغانی. با عرض سلام، دبیرکل فدراسیون فوتبال افغانستان عضو کمیته برگزاری رقابت‌های جام جهانی زیر 20 سال 2015 زیلاند نو شد. فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا با فرستادن نامه سید علیرضا آقازاده سادات، دبیرکل فدراسیون فوتبال افغانستان را با عنوان عضو کمیته برگزاری رقابت‌های فوتبال جام جهانی زیر 20 سال برگزید. این نخستین بار است که یک عضو فدراسیون فوتبال افغانستان عضویت کمیته برگزاری رقابت‌های جام جهانی را از سوی فیفا به دست می‌آورد. فدراسیون فوتبال افغانستان در چند سال اخیر تونست روابط بسیار خوبی را با دنیای خارج از افغانستان داشته باشد. در ارگانیزیشن‌های ورزشی و چی دولتی باشه تونست توجه جهانی را جلب کند. و یکی از دلایل میتونه ای باشه. ما در جستجوی همچو جوانایی بودیم که بتونن که نماینده افغانستان برای بال اول است که در همچو مسابقات و همچو برگزاری مسابقات میره عیت میرن در وجه در تشکیل فیفا اضافه میشه. علیرضا آقازاده در سال 2013 میلادی از سوی فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال به حیث جوانترین دبیر کل فوتبال در جهان نیز معرفی شد. آمریکا فاتح رقابت‌های قهرمانی والیبال زنان در جهان شد. در فرجام این دوره رقابت‌ها آمریکا 3-1 چین را شکست داد و جام قهرمانی را به دست آورد. این نخستین قهرمانی تیم والیبال زنان آمریکا در رقابت‌های والیبال قهرمانی زنان جهان است. ژاپن، تیم‌های روسیه و ژاپن پر افتخارترین تیم‌های رقابت‌های والیبال قهرمانی زنان جهان هستند. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. وقتتان خوش. خدا نگهدار.